با عرض سلام و تقدیم ارادت مجدد خدمت دوستان عزیز، تصور میکنم به بخش ششم برنامه های تشریح قرآن در تاریخ امروز اول ماه سپتامبر سال 2018 میپردازیم. امید این رو داریم که این برنامه هم مانند برنامه های گذشته مورد عنایت و حمایت شما قرار بگیرد. این برنامه مثل همه برنامه های تشریح قرآن به نام نامی حضرت حق و با درود حضرت حق به روان پاک اشرف انبیا تقدیم حضور شما می شود. در ساعت گذشته در پاسخ سوالات شما بینندگان مطالب کوتاهی در ارتباط با موضوع تفاوت بین نبی و شخص محمد و مقام خطیر نبوت و دقت در مفهوم این کلام با شما سخن گفته شد و امیدوارم که این مطالب موجب ملال و خستگی شما نشده باشد. باز می‌گردیم به کار اصلی این برنامه، تشریح آیات قرآن. در آیه شماره 114 در ساعت گذشته گفته شد که آیا بعد از دریافت کتاب، یعنی بعد از اینکه با قلبتون کتاب رو دریافت کردین و مفهوم خودتون کردید، آیا باز هم در این کتاب تردید میکنید؟ و به این ترتیب به آیه 115 میرسیم که در آیه 115 به یکی از مهمترین، گاهگاهی ما با آیاتی از قرآن برمیخوریم، آیات قرآن همه مهمترین هستند، ولی گاهگاهی به آیاتی برمیخورید که چنان پاسخ هزاران هزار سوال رو در یک لغت تقدیم میکند و بیان میکند که انسان واقعا به حیرت و شگفت میآید. در این آیه قرآن، آیه 115 میگوید که سخن پروردگارت، سخن پروردگارت به راستی و عدالت، به صدق و به عدل، سخن پروردگارت به صدق و به عدل سرانجام گرفته است. یعنی پایان سخن خدا صداقت و عدالت است. سخن الله با صداقت بر مبنای عدالت و عدالت بر مبنای صداقت آغاز می شود و با صداقت و عدالت تمام می شود، تمام می شود، به اتمام می رسد، سخن به پایان می رسد، سخن دیگری نیست، تمام می شود، به پایان می رسد، به پایان می رسد. یعنی سخن بین دو نقطه است، نقطه شروع و نقطه پایان. برای کی؟ برای خدا؟ برای عالم مجرد؟ نه، برای ما اینجا. ما در یک زمانی به سخن خدا آشنا می شویم، با سخن خدا آشنا می شویم، از سخن خدا مطلع می شویم در یک نقطه، نقطه الف، و در نقطه ی به پایان سخن الله می رسیم برای این دنیای مقید. آغاز سخن بر مبنای صداقت و عدالت،
پایان سخن بر مبنای عدالت و صداقت. چه درسی از این میگیریم؟ همه زندگی ما، همه گفتار ما، همه کردار ما، همه اعمال و اندیشه های ما، همه تصمیمات و مقاصد ما باید بر این اساس باشد. ما مقلد هیچ کس نمی توانیم باشیم جز مقلد خدا. اون من نشده است. یعنی تقلید کنیم که متصف به صفات فاعلی خدا بشویم. این کلمات اصلا کلام الله صفات فاعلی خداست. صفاتی است که مربوط به اثر خدا می شود. صفت اثر خداست. اثر خدا کجاست؟ عالم مقید. صفت این اثر کلام خداست. ما می توانیم که متصف به این صفت بشویم. مثلا اگر خدا رحیم است، رحمت خدا روی زمین است، روی عالم خاک است. یعنی اثر رحمت خدا رو ما می بینیم و ما می توانیم که از طریق فهم و قبول تأثیر متصف به صفت رحمت بشویم. ما هم رحیم بشویم در حد انسانی خودمون، متصف به صفت فاعلی رحمانی حضرت عقل بشویم. وقتی که هی متصف شدیم در رحمت، در رحیمیت، در عزت، در سخاوت، در انفاق، در استتار، در مغفرت، در چه همه اینها رو همینجور کنار هم بگذارید، وقت ببینید در پایان راه به جایی میرسید که شما به 99 صفت فاعلی خدا متصف شدید. ببینید چقدر نزدیک میشید با خدا. در گفتار خدا میگوید که من این کلاس آموزشی خودم رو، گفتار خدا آموزش دیگه، تعلیم، تربیت، هدایته، میگوید که من این تعلیم خودم رو بر مبنای دو استوانه عدالت و صداقت، عدالت و صداقت آغاز کردم، برای تو آغاز کردم، نه در عالم مجرد. عالم مجرد آغاز و پایان نداره چون زمان در اونجا نیست. با عدالت و صداقت آغاز کردم و با همین هم تمام میکنم. و هیچ تغییر دهنده‌ای، هیچ تبدیل کننده‌ای برای کلام خدا وجود ندارد. بنابراین هر کس که کلام خدا رو کامل کند، تبدیل کند، بهتر کند، بدتر کند، وکالت خدا رو به انجام بگیرد، این آیه خیلی روشن نیست، این آیه خود تاریک است، این آیه نور زیاد دارد، همچین از بنادم، همه این کارها رو میگوید باطل است. اولا کلام من بر مبنای صداقت و عدالت است و این بنا، این فاوندیشن، این ساخت، زیر بنا، این پی و این اساسی که من ریختم هیچ وقت عوض نمیشه. هر کس عوض کرد دروغ میگه. کلام من همیشه است، کلام من دائمی است، کلام من قابل تغییر نیست بیان دیگر. و من کسی که کلامم بر مبنای عدالت و صداقت آغاز می شود، بر مبنای عدالت و صداقت به پایان می رسد و هیچ کس رو یارای آن نیست و توان آن نیست که کلام ما رو تبدیل بکنه. پس سه خاصیت داره کلام من. یک، کلام من عدالت است. دو، کلام من صداقت است. سه، کلام من لایتغیر است. هر چی که به حضرت آدم گفتم همون رو هم به محمد گفتم. من عوض نمیشم، کلامم هم عوض نمیشه. دین ها هم ندارم، کتاب ها هم ندارم، آیات دارم. جمع این آیات یک کتاب رو تشکیل میده و جمع این پیام آوران یک پیام واحد رو، توحید و عدالت.
در عقیده موحد باشید، در عمل انفاقگر باشید تا بتوانید به عدالت برسید. تغییر هم نمی کنه، نه در ابراهیم، نه در اسماعیل، نه در محمد، نه در یوسف، نه در یون، در هیچ کدام اینها تغییر نمی کنه. پیام من همیشه یک پیام واحد است. دو خاصیت دیگه در کلام من هست. خود کلام دارای سه خاصیت است: صدق است، عدل است، لایتغیر است. بنابراین هر وقت کلام من پیدا کردی، بدان که هر چه قبل بوده همین بوده، در آینده هم همین خواهد بود. خیالت راحت بشه. ملاحظه بکنید که کاربرد این عبارت از طرف خدا چه وسعتی دارد، و اگر فهم بشود و به کار گرفته بشود، جهان به چه خوشبختی میرسد و چگونه جهان خاکی ما تبدیل به بهشت افلاکی میشود. دو خاصیت دیگر در کسی موجود است، در کلیمی موجود است که این کلام رو گفته است، و هو سمیع العلیم. و کلیم این کلام، گوینده این کلام، هم سمیع است، هم میشنود. بارها عرض کردم ولی باز هم عرض میکنم چون مهم است. سمیع فاعل متعدی به مفعول است، یعنی در واقع از ریشه یه فعل متعدی استفاده می کند، یعنی خدا فاعلی است که فعلیت رو که مفعول او باشه تفعیل میکنه و تسری میده. خدا سامع است، میشنود. خدا سمیع است، هم میشنود هم موجب شنیدن فراهم میکند. هم میشنود هم تو را شنوا میکند. هم خود او استماع میکند و هم موجب استماع تو میشود. به بیان معجزه آسای دیگر، وقتی که سمیع به عنوان صفت خدا گفته می شود، هم می شنود و هم می گوید. می گوید که نیست در این آیه، پس چطور ما این لغت دفعه چطور اینطور معنی می کنیم؟ سامع است. شما می گوید یا الله، می شنود. سمیع است، موجب شنیدن تو می شود، که وقتی به تو میگوید چه میگویی، تو هم میشنوی. خیلی عجیب است، نیست؟ چرا خدا نگفته من سامع هستم؟ تمام کنیدی، خب میشنوی بشنو. و هو سامع عالم، هم علم داره هم میشنوه. تمام شدی. بدم نیست که خدا عالم باشه، که بعضی جاها هم گفته که من عالم هستم. سامع هم باشه، میشنوه دیگه، سمع داره میشنوه. شما راز و نیاز میکنی، الهی شنید، میگه شنیدم. اما سمیع است، یعنی میگوید هم میشنوم هم موجب شنیدن میشوم. الان در این 4-5 تا لغتی که ما آمدیم، گرفتار آمدیم، در این 4-5 لغت میگوید که من کلیم هستم، این کلام رو من گفتم، هیچ وقتم عوض نمیشه، بر مبنای صدق، بر مبنای عدالت، تبدیل نمیشه، تغییر نمیکنه، چنین و چنانه. راجب در این محدوده حوزه این کلمات داره صحبت میکنه. و من میشنوم. چی رو میشنوی؟ کلام خودت رو میشنوی یا کلام من رو میشنوی؟ کلام خودت رو که خودت گفتی، معلومه که میشنوی، میدانی. اصلا به من چه ارتباطی داره؟ که واضحات سخن نمیگه قرآن، که خیلی ابلهانه میشه اگر گفته شده باشه که من این کلاماتی که گفتم میشنوم. و میشنوی که بشنو، اصلا گفتن نداره. میشنوم چی رو میشنوم؟ تو رو میشنوم.
وقتی با این کلمات درگیر هستی و با این کلمات با من سخن میگویی، با این کلمات با من سخن میگویی، تو رو میشنوم. و بالاتر از این، تو را هم مجهز و قادر به شنیدن میکنم. خب منو چرا قادر به شنیدن میکنی؟ من چی رو بشنوم؟ هم قرآن خوانی رو یک کمی با هم از نظر منطق قرآن مشروحاً مطالعه کنیم. تعبیر و تفسیر من نمی کنم اصلا، غلط نیستم یعنی تفسیر کنم، انشالله یاد می گیرم در محاضر این بزرگان، یه روزی منم تفسیر یاد می گیرم، بلد میشم. هنوز بلد نیستم الان. من تشریح می کنم، به عهده خود شما میگذارم فهمش رو. خدا چرا سمیعه؟ برای اینکه هم میشنوه و هم موجب شنیدن میشه. الان ما تو کدوم حوزه هستیم؟ تو حوزه مطالعه این کلمات با خدا هستیم. در ارتباط با این کلمات خدا میگوید من پیام تو رو میشنوم، چون سامع هستم. و تو هم پیام من رو میشنوی، چون من تو رو شنوا کردم. هم خودم شنوا هستم، هم سمیع هستم، تو رو شنوا کردم. و ضمناً من علیم هم هستم، من هم آگاه هستم و هم تو رو آگاه می سازم. عظمت آیه نگاه بکن. کلمات رب به تو با صداقت و عدالت به سرانجام می رسد و کلمات رب تو هرگز تبدیل نمی شود و تغییر نمی کند. و گوینده این کلمات و کلیم این کلام هم می شنود، هم تو را شنوا می سازد، هم معرفت و آگاهی دارد و هم تو را صاحب آگهی و معرفت می سازد. لا حول ولا قوت الا بالله و هو العلی العظیم. اتاق فرمان لطف کنید آیه شماره 115 رو روی صفحه قرار بدید. و تمت و به سرانجام رسیده است، به سرانجام میرسد. کلمتو کلمات، کلام یا کلمات نیست البته، کلام به سرانجام رسیده است. کلمتو کلام ربیکا رب تو صدقا در صدق و عدلا و در عدل، در صدق و در عدالت لا نمی شود مبدلا نمی کند یا نمی تواند کسی آن را تبدیل کند. لکلماته در ارتباط با کلماتش، یا به بیان ساده تر هیچ کس قادر نیست که کلام رب تو را تبدیل کند. و هو و او السمیع می باشد سمیع و او می باشد العلیم، علیم به شرحی که مطرح شد در آیه شماره، تشکر میکنم خدا فرمان، در آیه شماره 116 اتاق فرمان، آیه 116 رو روی صفحه قرار بدید. در آیه 116 میگوید و اگر از پیشتر کسانی در این سرزمین می باشند آنها را پیروی کنی، تو را از راه خدا
گمراه می کنند، آنان جز از گمان خود پیروی نمی کنند و جز به حدس و گمان و تخمین نمی پردازند. و این و اگر تطیع اطاعت کنی، اکثر بیشتر من از کسانی که در الارض زمین هستند، یضلوک ایشان تو را به ضلالت و گمراهی خواهند کشید، عن از سبیلی آن راه مستقیم الله این یتبعون ایشان تبعیت نمی کنند الا مگر اظن از زن و گمان و در واقع ساخته های ذهنی خود و این و هم ایشان انجام نمی دهند کاری الا مگر یخرصون مگر گمان ورزی و حد زدن. تشکر میکنم اتاق فرمان. میگوید که و اگر تو به پیامبر میگوید که اگر تو اطاعت کنی از بیشتر کسانی که در این سرزمین هستند، ملاحظه میکنی که اینها تو رو از راه خدا گمراه میکنند و آنها جز از گمان خود پیروی نمی کنند، یعنی اونها واقعا تابع حدسیات و گمانهای خودشون هستند و ظنی که باوری که به جای حقیقت قرار دادن، به جای واقعیت قرار دادن و این ظن و باور اونها که یک باور قاطع که این رو به عنوان یک فرض و یک واقعیت تصور می کنند، اینها بر مبنای حدس و تخمین و گمان به وجود آمده، یعنی ظن اونها، یعنی ظن یعنی که گمان، ولی گمان خیلی قوی است، گمانی است که مثل یقین میمونه. به اموری که اینها یقین دارند و باور میکنند و به جای یقین و واقعیت او رو محسوب میکنند، اینها هیچ پایه استدلال و پایه عقلانی و پایه معرفتی و پایه تجربی و منطقی نداره. باورهای اینها، روش اینها روشی است که بر مبنای استنتاج و استنباطهای ایشان، بر مبنای گمان زنی و تخمین زدن به وجود آمده است، ریشه و پایه نداره. شما امروز این آیه رو بردارید، آیه 1500 سال پیشو ببرید در 56 کشور مدعی اسلام، یک به یک بگردانید این آیه رو، حیرت میکنید که همه کسانی که معرکه‌ای به نام حکومت و دروغی به نام حکومت اسلامی به راه انداختند و مدعی شدند و تأسیس کردند، میبینی که اکثر اینها، حالا قرآن نگفته همه اینها، قرآن امروز اگر میبود میگفت همه اینها، اکثر اینها در کثرت که روی زمین حکومت میکنند، وقتی که میگوید و این توتع، یعنی که تو اطاعت میکنی از اونهایی که اطاعت میکنی، یعنی که اونها مطاع هستن، تو مطیع هستی دیگه، یعنی فرمانده هستن اینها، یعنی حاکم هستن، یعنی دارای قدرت هستن،
یعنی قدرت و آمریت سیاسی دارند. رئیس مملکت هستند، رئیس کشور هستند، رئیس قبیله هستند، قدرت اجرایی دارند در دستشون. برای این لغت اطاعت رو به کار برده. و اگر اطاعت کنی از اینها، اکثر این افراد که روی زمین حکومت میکنند، اینها تو را از راه خدا منحرف میکنند و موجب گمراهی تو میشوند. هم پادشاه عربستان، هم پادشاه عجمستان، هم هرچه پادشاه بین اینهاست و اسمهای دروغی که برای خودشون انتخاب میکنند که اینها مثلا کی هستند؟ اینها خادم خدا هستند، اینها نوکر خدا هستند، اینها امام هستند، اینها خدمتگزار هستند، اینها چنین هستند، اینها چنان، هرچه میگویند دروغ میگویند. اینها فقط دیکتاتور و فئودال هستند. اینها محو شهوت و قدرت و ثروت هستند. اینها خدا و کائنات و قانون و دین و ناموس و شرافت رو به بازی گرفتن، از بزرگ تا کوچک، از عرب تا عجم. و همه اینها در افترای به قرآن هستند و همه اینها مبتلا به دروغگویی هستند و خیانت و خودفروشی و قرآن فروشی و دین فروشی و وطن فروشی هستند. نکته هولناکی که در این آیه بیان می شود این است که اینها اشتباه هم نمی کنند. این وحشتناک است. ای کاش در این آیه می گفت اینها در اشتباه هستند. ولی میگوید اینها یک وهمی دارند، یک گمانی دارند. خرسا، خ، ر و صاد در زبان عربی معنی حد زدن میده. از گمان زنی ضعیف‌تره. گمان زنی بین دو چیزه محقق، محقق تر رو، احق رو تشخیص میده. در واقع میگه مثلا ویتامین B برای بدن این خاصیت رو داره، ویتامین B1 مثلا، ویتامین B6 این خاصیت رو داره. به دو تا واقعیت اشاره میکنه. میگه حالا اون ویتامین، به نظرم ویتامین B6 از ویتامین B1 بهتر باشه برای اون کاری که اون میخواد. یعنی دو تا واقعیت داره، بین این دو تا واقعیت تردید داره که کدام رو انتخاب بکنه. به این میگوییم که یک چیزی در وادی زن، به این میگوییم که همون تخمین زدن، همون گمانه بردنه، ولی یک کمی پایه استحکامیش قویه. میگه به این دلایل ویتامین B6 از این بهتره. ممکنه اشتباه بکنه ولی دلایلش خیلی قویه. زن، تردید بالا، یا چیزی که تردید درش خیلی کمه، یک کمی تردید توش هست ولی خیلیه، اطمینانش بیشتر از تردیدش. ولی خرس اینطور نیست. اون فقط بر مبنای غیر واقعیات تطبیق و قیاس میکنه. یعنی قیاس بر محق یا دو امر یا چند امری که حق هستند و روی این چند حق شما یک تطبیق و قیاسی انجام میدید، به اون زن میگویند. اما وقتی که شما اصلا پایه‌ای برای تطبیق و قیاس ندارید، هیچی در دست ندارید، بیجهت و بی سبب و بدون مأخذ و بدون پایه و اساس 100% بر مبنای باطل اظهار نظر میکنید، همینطور هوایی، به نظرم بد نباشه. به نظرم که خدا نظرش این بوده که حتما یه حاکمی روی زمین باشه از طرف اون، و به نظرم که اون حاکم هم من هستم. اینقدر بیمعنی و توهی. این معنی یخرسون هست. میگوید که در آیه 116 و این توته، و اگر
اطاعت کنی از اکثر کسانی که روی زمین حکومت میکنن، اطاعت که میشه موضوع حکومت میشه، اکثر کسانی که روی زمین حکومت میکنن کسانی هستند که موجب گمراهی و ضلالت تو میشوند، تو رو به تاریکی و گمراهی میبرند. از کجا؟ از سبیل خدا، از راه راستی که تو داری به طرف خدا میری. اگر از کسانی که حاکم بر تو هستند، حالا دیگه واضح تر میشه، اگر از اینها اطاعت بکنی، تو در واقع از مسیر خداپرستی منحرف شده ای. یعنی تو کسی دیگه ای رو داری مورد اطاعت قرار میدی که خدا نیست. یعنی چه؟ یعنی اینها شخصیت خدایی دارند، یعنی اینها ادعای خدایی دارند، یعنی اینها جای خدا نشستند. اطاعت از اینها اطاعت از شورا نیست. اگر اطاعت از شورا بود، قرآن حق اینا نداشت که منع کنه. هر کس حق داره که از شورا اطاعت کنه، باید هم اطاعت کنه. شورا اولوالامره، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم. همین شوراها اولوالامر هستن، باید ازشون اطاعت بکنی، و الا غلط کردی که رأی دادی به تشکیل شورا. وکیل انتخاب کردی، رفته قانون درست کرده، حالا میگی من از قانون اطاعت نمیکنم. این قانون اولوالامره، منتخب توست. بی خود کردی که انتخاب کردی قانونگذار رو. قانونگذار کارش چیه؟ قانونگذار کارش تقنین قانونه. حالا قانون درست کرده گذاشته جلوی تو، میگی نه من دوست ندارم. مگه شله زرد پختن که دوست داری یا دوست نداری؟ چشمت کور میخواستی رأی ندی به این وکیل، رأی دادی، رأیش قانونه، هیچ چاره ای هم نداری جز اطاعت. و اولوالامر منکم. حالا اگر فکر میکنی که تقلبی در این کار، جنایتی در این کاره، اون رو باید مراجعه کنی به حکمی به نام قرآن، و اونجا حاکمیت شروع میشه. و حکمیت که حالا تو استنباطت از قرآن چیه، استنباط من از قرآن چیه، که وارد مجاری دیگری میشی که بعدا در موردش صحبت میکنیم. اما اون چی که در اینجا میگوید این است که شما در مقابل کسانی رو که مطاع خود قرار میدید، حاکمینی رو که شما به عنوان مطاع بر میگذینید و اطاعت اونها رو پیشه میکنید، اگر چنین کنید، شما از جاده عدالت خارج شدید، شما از راه راست منحرف شدید، از راه خدا منحرف شدید، و به بیراهه که به تاریکی و ضلالت و گمراهی میفته خودتون اسیر کردید. بسیاری از این افراد که در حکومت هستند، اینها ابتغا می کنند، اینها تبعیت می کنند، اینها دنبال روی می کنند. از چیزی که در واقع در متن فارسی که ترجمه صریح این باشد، که اینها غیر از آنچه که ظن خودشون هست تبعیت نمی کنند، فقط اینها تابع اون چیزی هستند که ظن و گمان اونها بر این راه در واقع اونها رو راهبری میکنه، و اینها تابع قانون خودشون هستند، به بیان دیگر تابع قانون خدا نیستند. میگن به عقیده من همین، گفت به عقیده من همین، تمام شد دیگه. به عقیده من یعنی عقیده من عقیده خداست. خیلی خوب، اگر تو به عقیده خودت داری عمل میکنی، پس بگو که این حکومت هم زایده عقیده منه، اشکالی نداره، همه ما حق داریم عقیده داشته باشیم. اما میگوید که به عقیده من این حکومت تابع خداست، به عقیده من این حکومت مجاز و معزون از طرف خداست. این اشکال اینجاست. همه این حکومت ها همینو میگن، هیچ کدام از این حکومت ها نمیگن من خودکامه هستیم، من تابع عقیده خودم هستم، من تابع ظن خودم هستم. نه، ظن من ظن خداست، عقیده من عقیده خداست. چون شرک تشکیل میشه در اینجا، یعنی شما بر اساس استنباط خودتون در جایگاه خدا قرار میگیرید و به جای خدا تصمیم میگیرید و از طرف خدا خودتون رو رسول میکنید.
اشکالی که الان در دنیای اسلام وجود داره یا دنیایی که به نام اسلام هست، شما نگاه بکنید به همه این کشورهایی که اکثریت جمعیت اونها رو مسلمان ها تشکیل میده، به همین راه نجاست افتادند، به همین راه سقوط افتادند. همه رهبران کشورهایی که افراد اون کشور مسلمان هستند، مدعی ارتباط با خدا دارند هستند، مدعی هستند که این شغل اونها شغلی نیست که معمولی باشه. کشور کشور اسلامی است، حکومت حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی، این لفظ حکومت اسلامی، بزرگترین توهین به ذات مقدس حضرت حق است. یعنی این حکومت الله، یعنی تمام این جنایت هایی رو که ما میکنیم الله جنایتکار این کارها رو کرده. یعنی ما یک آزاداندیش مدنی رو در عربستان وقتی گردن میزنیم، این رو الله انجام داده. ما کاری نیستیم، ما اصلا هیچ نقشی در این کار نداریم، ما فقط مجری فرمان الله هستیم. شما میدانید که وقتی که این مفتی که مثلا دادستانه یا نماینده دادستانه با جلاد، این دو نفر مسئول هستند که دادستان بیسته و ببینه که جلاد حکم رو، حکم مفتی رو انجام میده، اون وقت جلاد قبل از کشتن متهم یا اون شخص محکوم آرام میره و در گوش او میگوید که این فرمان خداست، منو ببخش. همه اونها همین کارو میکنند، میگوید منو عفو کن، من فرمان خدا رو اجرا میکنم. یعنی خداست که داره گردن تو رو میزنه، نه من. این شرک هست یا نیست؟ و اون مفتی هم که فرمان قتل رو صادر میکنه، میگوید این فرمان من نیست، این فرمان خداست. و همین متهم او هم عذرخواهی میکنه، میگه منو ببخش، من فرمان خدا رو دستور میدم، فرمان من فرمان خداست، من فرمان خدا رو دارم اجرا میکنم. این خداست که داره فرمان قتل میده در مورد تو، نه من. من چه کار هستم؟ و سلطان هم میگوید که من هم بنده عاجز خدا هستم و این خداست که حکم مفتی رو امضا میکنه و تایید میکنه. همه اینها خدا، بنده خدا معلوم نیست کجاست، و همه اینها مشرکن و همه اینها متجاوزن و همه اینها دروغگو و حقباز و شارلاتان و کلاهبردار و همه چیز فروش هستند. و شما بسیاری از اینها میبینید. هر چقدر که استعمار از اینها حمایت بکنه وحشی تر میشن. نه فکر بکنید که بقیه اینها که وحشیگری نمی کنند آدم های با ایمانی هستند. چطور یک آدم میتونه با ایمان باشه وقتی که روی تختی که نشسته، تخت روی خونه، قایقی که سواره روی خون شناوره؟ حالا خشونت نمیکنه، بیشتر از این زورش نمیرسه که خشونت بکنه. و الا کسی که پا روی گردن خدا میگذاره، پا روی حکم خدا میذاره، پا روی قرآن خدا میگذاره و باور خودش رو میگه این باور خداست، نمیگه این استنباط من از قرآنه، حالا شاید هم درست باشه شاید هم درست نباشه، انشالله که درست. آخه یک چیزی بگو که آرامش اقلا به آدم بدی. میگه نه، تردید نکن که من در صراط مستقیم هستم و این باور من باور از خداست و کلام من کلام خداست. من از طرف خدا و بر اساس احکام خدا حکومت میکنم. پس چرا تو به خونخاری اون آقای قبلی نیستی؟ برای اینکه اون رو غرب ازش حمایت میکرد، از من نمیکنه. حالا من هم به اندازه کافی وطن فروش میشم، نفت فروش میشم، خائن میشم، خود فروش میشم، همه چیز فروش میشم، مورد رضایت استعمار قرار میگیرم، به من هم اختیار داده میشه، اون وقت من بهتر به جان مردم میفتم و بهتر سر از بدن جدا میکنم. الان هنوز جرأتشو ندارم، هنوز یک کمی ضعیف هستم، بذار منم قوی میشم. هیچ تفاوت دیگه ای نمی کنه. پاکستان باشه، افغانستان باشه، ایران باشه، هیچ تفاوتی با هم نمی کنه. باز هم تکرار میکنم، منو در بعد سیاسی وارد نکنید. من آدم سیاسی ممکنه باشم، ولی در این شبکه و در این کرام سیاست وجود نداره. ف
فقط قرآن وجود داره. من استنباط خودم را از قرآن بیان میکنم. دوستی و دشمنی و ترس از هیچ کس ندارم، نه از پادشاه عجم، نه از پادشاه عرب، نه از کسانی که بین این دو هستن. هیچ نه دوستیست، نه دشمنی، نه ترس، نه وحشت، نه حب، نه بغض. حب و بغض کسی داره که خودش بخواد بره جای اینها بشینه. من حاضرم شاهرگم رو ببرن ولی جای اینها نشینم، چون جای اینها جای من نیست. بنابراین من حسادت نمی کنم به اینها، نه به مقام اینها، نه به پوست اینها، نه به پول اینها، نه به هیچ چیز اینها. من نه پول لازم دارم، نه مقام لازم دارم. من فقط توفیق الهی رو میخوام که بیشتر زنده باشم، بتوانم همین حرفا رو بزنم. هیچ چیز دیگر هم نمیخوام. روز به روز هم بدهکارتر میشوم و روز به روز هم فقیرتر میشوم، ولی به همین دل خوشم که نفس من بر میآید و صدای من در میآید و صدای من نمی لرزد در گفتن حقیقت. همین بزرگترین عنایتی است که خدا به من کرده و دعای من هم همین بوده. هیچ چیز دیگر از خدا نمیخوام. میگوید این کسانی که بر شما حکومت میکنند از اینها تبعیت نکن. به زبان ساده تر، برای اینکه اینها از خدا تبعیت نمیکنند، اینها از آرزوهای خودشون تبعیت میکنند. اینها یک خدایی ساختند در ذهن خودشون، اینها بت پرست هستند، اینها مشرک هستند، اینها متعرض به حقوق مردم هستند. یک بتی را آفریدند و این بت رو در جای الله گذاشتند و میگویند کلام الله این است که ما مسئول هدایت شما هستیم و ما چوپان شما گوسفندان هستیم و خدا ما رو به سمت چوپانی برگزیده. کاری که خدا با پیامبرش نکرد با ما کرده، اختیاری که خدا به پیامبر نداد به من داده. میگوید از اینها اطاعت نکن. ما آیات قرآن رو سرسری میخوانیم و عبور میکنیم. اگر کسی بخواهد که تابع قرآن باشد، آیا بر اساس این آیه قرآن حکومت پاکستان، حکومت افغانستان، حکومت ایران، حکومت ترکیه، حکومت عراق، حکومت سوریه، حکومت لبنان، حکومت یمن، آیا هیچ و حکومت های دیگر، خود همین عربستان، تمام شیخ نشین های جنوب خلیج فارس، آیا اینها بر مبنای حکم خدا، به ادعای خودشون، به ظن خودشون، بر اساس حکم خدا قضاوت نمی کنند؟ به ادعای خودشون شما نگاه بکنید که زن یعنی یک حقی اونجا هست، ولی این محق به اون حق نیست. این بدترین شکل فریب مردمه، این بدترین شکل افتراست که به مردم یک حقی نشون میدن. مردم بله این حق رو میبینید، بله همه میبینیم این حق چیه، حق دیگه، اصلا تردید نیست که اون حقه. اون وقت میگویند که من محق این حق هستم. اشکال اونجا پیش میاد. خب حقی که حقه، به تو چه مربوطه؟ من دارای اون حق هستم. در اونجا انحراف به وجود میاد. حالا ما حکم قرآن رو اگر بخوام، چون میگه اینها بر اون چه که تکیه میکنن ظن خودشونه، یعنی ادعای احقاق حقه، ادعای تحقق به یک حق واجبی است که وجود داره اون حق و واقعیته، اما ارتباط تو با این حق یک واقعیت نیست. این ظن به اون معناست و اون چرا که تو انجام میدی فقط بر مبنای حدس و گمانی است که به نفع تو باشه. به نظرم این نظر تو متکی به کدوم آیه قرآنی؟ به هیچ آیه. تازه اگه متکی هم باشه ارزشی نداره، استنباطه. ولی اون هم نیست، تو به قرآن هم متکی نیستی. کجای قرآن امام زمان گفته؟ کجای قرآن گفته که امام زمان دارای حاکمیته؟ کجای قرآن گفته که امام زمان دارای حاکمیتی است که نیابتش رو به تو میده؟ وقت امام زمان اگر نیابتش رو به تو داده در حکومت، چرا مردم رو منتر کردی که مردم به تو رأی بدهند؟ آخه این سیستم رأی دادن با سیستم انتصاب
از طرف ولی خدا، از طرف امام زمان که به تو ولایت داده شده، به تو نیابت داده شده، اون وقت تو مردم رو هم به کوچه و بازار میرسی که روی رأی امام زمان رأی بدن، به تو انتخابات تو رو انتخاب کنن یا نکنن. چطور این بازی ها توجیه میشه؟ هر کدام از این کشورها در همین حد با اتحاد به آنچه، با اتکای، عذر میخوام، با اتکای به آنچه قرآن میگوید که این یتبعون، تبعیت نمی کنند الا مگر الظن، از ظن خود، و این و هم نمی کنند چنین الا مگر یخرصون، بر اساس گمان زنی و حدس بر مبنای غیر حق. این تعریفی است که قرآن، و جامع ترین تعریفی است که قرآن از حکومت های دیکتاتوری مدعی الوهیت داشتن نقل میکنه، که اینها اینقدر فاسد هستند، اینقدر دروغگو هستند، و اینها ظن خودشون رو با در واقع حدس و گمان خودشون رو در حد واقعیت و حق قرآنی و حق خدایی به مردم تحمیل میکنن. حالا اگر قسمت دوم این که از اینها اگر اطاعت کنی چنین میشود، اگر اطاعت نکنم چه میشود، خبر بدی که دارم، خیلی هم من تأمل میکنم، صبر میکنم، فکر میکنم که بگویم نگویم، بگویم نگویم. سخن من این است که قرآن میگوید اگر از اینها تبعیت بکنی، تو هم در ردیف همونها هستی. حالا اگر همه مردم بخواهند که این آیه قرآن رو اجرا کنند، سرنوشت دنیا به کجا میرسد؟ و آیا یک باره باید این کار بشود، یک به یک این کار را انجام بدهند؟ چند نفر کشته می شود؟ اگر اتحاد باشد چگونه است؟ اگر اتحاد نباشد چگونه است؟ مسائل می رود به یک جاهایی که من تخصص در اونجاها ندارم، ولی یک چیزی رو تخصص دارم که بفهمم، و اون استنباطی است که من از قرآن دارم. من از این آیه استنباط می کنم همه کسانی که از این حکومت ها اطاعت می کنند گناهکار هستند، و همه کسانی که از این حکومت ها اطاعت میکنن بر اساس این حکم صریح قرآن یزل عن سبیلهی هستند، همه اینها کسانی هستند که از سبیل الله منحرف و گمراه شدند، که من باشم و شما باشید و هر که از این حکومت ها اطاعت میکنه. این قرآن دستور میده که از اینها اطاعت نکنید. چه میشود؟ چه حمام خونی در جهان راه میفتد؟ من نمیدانم. من قرآن رو نازل نکردم. من به اندازه شعور و معرفتم بر اساس صدق، آیه 115 رو خاطر دارید، بر اساس صدق و بر اساس عدالت آنچرا که از قرآن مفهوم من می شود با شما در میان می گذارم. حکم بر عدم اطاعت از هرچه حکومت است که ادعای الوهیت می کند، در واقع می گوید فرو بریزید این حکومت ها، این آیه قرآن می گوید. خود شما میپردازیم به آیه شماره 118. در آیه 118 میگوید پس اگر به آیات او ایمان دارید، این آیه البته این موضوع تمام میشه، موضوع جدیدی شروع میشه، که اگر به آیات خدا ایمان دارید، از آنچه نام خدا، طبعا نام خدا مقصود به موقع ذبح کردنه، از آنچه نام خدا به هنگام ذبح بر آن برده شده است بخورید، یعنی بر شما حلال کردم هر ذبحی رو، هر حیوانی رو که در واقع مصرف او برای شما
مجاز است، از نظر سلامت دارای سلامت است، مصرف اون برای شما بین اون حیواناتی که بین اون طعام هایی که جانورانی که تبدیل به طعام می شوند، اگر اونها رو به نام خدا کشته باشند و ذبح کرده باشند، از اونها باید بخورید. حلال خدا شده و حلال خدا رو حرام نکنید. ملاحظه بکنید، از چیزهایی که خوردن اونها برای شما مفید است. و آیه‌های بعدی که میرسیم موضوع طیبات و اینها مطرح میشود که اشاره میکند به مفید بودن اون چه که مصرف میکنید. اگر اینها رو که مصرف میکنید برای شما مفید است، اون حیوان مصرف گوشتش، مصرف وجودش برای شما مفید است. اگر که اونها رو به نام خدا ذبح میکنند، گوشت آنها برای شما حلال است و نمیتوانید که بگویید که نمیخوریم. این معنیش این نیست که حتما به زور باید گوشت همه چیزها رو بخورید. مفهوم این است که نمیتوانید او رو غیر قابل مصرف و حرام اعلام بکنید اگر حیوان رو به نام خدا کشته باشند و برای مصرف کشته باشند، نه برای نذر و نیاز و قربانی و بت‌ها و خوشنود کردن الهها و خداهای مظهر و اینها. در این مورد بیشتر توضیح خواهم داد. از اتاق فرمان تقاضا میکنم که دقایق کوتاهی به ما تنفس بدید. باز میگردیم با بینندگان خواهیم بود.